چند دهه زمان لازمه تا دلایل سرنگونی یا سقوط این همه هواپیما مشخص بشه. واقعا چه کسانی مسافر این پروازها بودن؟ آیا چیزی برای پنهان شدن وجود داشت؟ اگر چنینه چه کس یا چه کسانی پشت پرده این فجایع مخفی شدند؟ در حدود 4 دهه 63 ثانیه هوایی و کشته شدن بیش از 2150 انسان، جعب سیاه چند تا از این هواپیماها برای بازخوانی به کشور سازنده فرستاده شد و اطلاعات واقعی چند تاشون در اختیار رسانه‌ها یا حداقل خانواده قربانی‌ها قرار گرفت. مثلا سانحه‌ای که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز 15 آذر سال 84 برای هواپیمای هرکولس 330 اتفاق افتاد و در اون نه تنها همه 94 سرنشین هواپیما که 34 انسان بیگناه روی زمین هم جونشون رو از دست دادن. مسافرایی که حدود نیمشون خبرنگارایی بودن که برای پوشش یک رزمایش راهی چابهار شده بودن. حادثه‌ای که میشد اتفاق نیفته، چون در اون لحظات خلبان به مجرد مطلع شدن از نقص فنی بارها از برج مراقبت تقاضای فرود اضطراری کرده بود، اما چه برای نشستن در فرودگاه امام خمینی و چه اندکی بعد در فرودگاه قلعه مرغی هر بار با تقاضای او مخالفت شد و به خلبان گفته شد برای فرود به فرودگاه مهرآباد بره. سرانجام با آتش گرفتن موتور هواپیما این پرنده فلزی با ساختمان 10 طبقه در شهرک توید نزدیک فرودگاه مهرآباد برخورد کرد و فاجعه‌ای بزرگ شکل گرفت. نمونه دیگه پرواز شرکت هواپیمایی آسمان که صبح روز 29 بهمن سال 96 فرودگاه مهرآباد تهران رو به مقصد یاسوج ترک کرد. و ساعت 9:32 بر اثر برخورد با ارتفاعات دنا همه 66 سرنشینش کشته شدند. سرنشینایی که 14 نفرشون جزو برجسته ترین فعالای زیست محیطی بودن که برای دفاع از پروژه های زیست محیطی به تهران و مجلس رفتن و هیچ وقت به خونه برنگشتن. اونم در شرایطی که کمتر از 10 روز پیشتر 8 نفر از بهترین عاشقای محیط زیست توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت و یکی از اونها به شکل مشکوک کشته شد. سوال اینجاست در سالگرد آخرین فاجعه سقوط هواپیما با موشک‌های سپاه چقدر از خانواده پروازهای دیگه‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن می‌دونیم؟ آیا هیچ وقت جمهوری اسلامی پاسخ قانع کننده‌ای به 10 سال ریز و درشت خانواده جانباخت را داده؟ چقدر از حال روز این ماه‌ها و سال‌هاشون خبر داری؟ از مادرایی که هنوز چشم انتظار برگشتن فرزندشونن؟ چرا زنده به گور میکنی؟ از پدرایی که در فراق عزیزشون موهاشون خیلی زود سفید شد و کسی صدای گریه‌هاشون نشنید. از بچه‌هایی که به جای آغوش پدر و مادراشون کنار آرامگاهاشون قد کشیدن و بی آنکه طعم شیرین بغل کردن اونا رو حس کنن. آیا وقت اون نرسیده که همه این خانواده رو بشناسیم؟ رویش سبز مام ایران، ریسمان.